به نام خداوند. سلام دوستای عزیزم، کار میکنیم موضوع گرافیک دیزاین که در بخش های گرافیک دیزاین ما کدام پروگرام ها را میخوانیم و به چی شکل میباشد. در بخش گرافیک دیزاین میتونیم دو دسته تقسیم بکنیم این پارا، یک بخش 2D و بخش دومش 3D میباشد. در مجموع بخش 2D هر پروگرامی که اینجا ما ذکر میکنیم تمامش بالای موضوعات چاپی میچرخد و بخش 3D موضوعات را که یاد آوری میکنیم تمامش بالای موضوعات مودلینگ، فرض مثال ساختن گیم یا گیمینگ و همچنان بعض انیمیشن هایی که به شکل 3D میباشد و میتونیم که در بخش های 3D ما را در پروگرام های 3D کار بکنیم. خب بخش 3D 3D Max هست، مایا هست، سینما 4D هست و بعضی پروگرام های دیگه هست که با Max هم با همراهی پروگرام ها کار میشه و یک انیمیشن یا یک مدل یا یکی ما میتونیم توسطی پروگرام ها ما تشکیل بدیم. خب بخش 2D مانند اداب فوتوشاپ، کورال درا، این دیزاین و بعضی پروگرام هایی که ادیت ویدیو یا که ادیت تصویر به ما انجام میده در بخش 2D انجام میده که هم یک شاخه از گرافیک دیزاین گفته میشه و خود گرافیک به چه معنا و از چی ساخته شده، از چی ایجاد شده اینجا به شما روی یک مثال آوردیم. شما ببینید به شکل ستون و به شکل رو است یا کلم، وقتی که تمام این روها یا که خطهایی را که شما میبینید به شکل عمودی و افقی بالای هم قرار داده، هدف از اینمی خطها یا سیخها یا لینها که به انگلیسی گید لین برش میگیم، هدف از اینمی ای است که اینمی روها با هم یک جای شده به شکل افقی و عمودی از تشکیل هزاران روی یا گیدلاین افقی و عمودی بر ما پیکسل تشکیل داده که هر چهارخانه را که شما میبینید این بنام پیکسل یاد میشه که با ایجاد شدن همدیگر گیدلاین ها بالای هم پیکسل با ما ایجاد میکنند که ما میتونیم بگیم که خود گرافیک هم تصویر هم از چی از تشکیل میشه، از گیدلاین ها تشکیل میشه که دوباره با ما پیکسل تشکیل میده و مجموعه میلیون ها پیکسل یک تصویر دیجیتال یا اوریجینال با شما تشکیل میده. خب قرار است ما فوتوشاپ CC را کار بکنیم که فوتوشاپ CC بخش های مختلف داره، کارهای مختلف را انجام میده که در اینجا عمده ترین بخش هایش هم ما ذکر کردیم بسیار مهم میباشد. یکی بکگراند میباشد که بکگراند خود فوتوشاپ وقتی که ما یک بکگراند یا یک صفحه یا یک پیج میگیریم بکگراند ما به سه حالت میباشد. یکی خود بکگراند میباشد که وقتی ما از بکگراند خود انتخاب میکنیم باز اونجا یک موضوع از بنام لب کالر، از لب کالر هر رنگی را که ما انتخاب کرده باشیم باز دوباره همون رنگ میتونیم که به بکگراند خود اختیار بکنیم و یکی همچنان وایت داریم. وایت همچنان رنگ سفید میباشه که هرگاه ما قسمت انتخاب بکنیم صفحه بر ما رنگ سفید ایجاد میشه و بخش بعدیش هم ترانسپرنت. موضوع ترانسپرنت هم موضوعی است که هیچ رنگی در او ذکر نمیشده باشه، بدون رنگ باشه، یعنی بدون کدام محتوی باشه با ما میتونیم که یک صفحه را ترانسپرنت ایجاد بکنیم. و موضوع مهم دیگرش هست به نام فرمت که فرمت های مختلف داره پروگرام فوتوشاپ. وقتی که شما یک تصویر ادیت میکنید پروژه تان تکمیل میشه و رو میخواییم که ذخیره بکنید، باز از نوعیت فرمتش شما میتونید که از فرمت های مختلف استفاده کنید. ما چند فرمت بسیار مهم و اساسی رو اینجا ذکر کردیم که بسیار مهم میباشه و همین پسوند ها یا فرمت ها کارکرد های مختلف رو دارن. اولش از بنام JPG همون تصویر دیجیتال خودمون که وقتی پروژه رو کار میکنیم و تصویر ما فاینال میشه یا تکمیل میشه بازو رو میخواییم که به شکل عکس ما در بیاریم
با فرمت شباید چی بگیم؟ جی پی ای جی بگیم. این به شکل دیجیتال باز یک عکس مشخصه بر ما چی میکنه؟ تشکیل میده. و بخش دومش پی این جی. پی این جی زیادتر باز استفاده میکنیم یا ذخیره میکنیم میده، به خاطر که ما لوگو اگر میساخته باشیم باز میتونیم از پی این جی استفاده. و دومش هم هست، بخش سومش هم هست جی آی اف. جی آی اف برای تصاویر استفاده میکنیم که مثلا یک حرکت برش میدیم یا انیمیشن برش میدیم، باز میتونیم که به فرمت جی آی اف اون رو ذخیره بکنیم. باز نمیشه که به فرمت جی پی جی یا پی این جی ذخیره بکنیم، چون باز انیمیشن یا هم حرکتش از بین میره. و بخش آخرش هم همچنان پی اس دی باشه. پی اس دی موضوعی است که ما اگر میخواییم حالا یک تصویر خودکار بکنیم به شکل پروژکت، باز میتونیم دیره در بخش فرمت ها پی اس دی رو ذخیره بکنیم و کار متبقی خودت میتونیم که روز بعدیش بیم برای پروژه خود انجام بکنیم. یعنی به شکل جی پی جی با دیجیتالی رو ذخیره نمیکنم، فقط در خود پروگرام ذخیرهش میکنم به فرمت پی اس دی. به خود فرمت فوتوشاپ همچنان پی اس میباشه که دیم میتونیم که به شکل پی اس دی رو به شکل پروژهی ذخیره بکنیم. و کالرز رنگ ها داریم که رنگ ها بسیار مهم از در پروگرام فوتوشاپ. بخش اولش آر جی بی است که مخفف های رنگ هایی است که رد، گرین، بلو که با ترکیبی ای سه رنگ میلیون ها رنگ تشکیل میشه که زیادتر بالای عکس ها کار میکنیم. و سی ام وای کی داریم که این موضوع رنگ همچنان زیادتر بالای موضوعات چاپیه که در مطبوعات میباشه استفاده میشه. و همچنان گری داریم یا گری سیکل، همون رنگ خاکستری رنگی که ما میخواییم از او استفاده بکنیم که در چاپ مصرف رنگ ما کمتر بیه، میتونیم که از گری استفاده بکنیم به شکل سیاه و سفید یا خاکستری رنگ. موضوعاتی که چاپ میکنیم اگر رنگ ها میباشه باز گری رد خواب میکنیم که اگر مصرف کم بیه، اما چاپ میکنه دیزاین ما رو به شکل خاکستری. خب ما میریم در این قسمت موضوعی رو به شما نشان میدم که موضوع رنگ ها بود. از این قسمت ببینیم رنگ هایی که ما داریم رد، بلو، گرین، ترکیب سه رنگ وقتی که با هم قرار میگیره یا مخلوط میشه ببینیم چندین رنگ با هم تشکیل میده. رنگ زرد، سفید و رنگ گلابی رو ما تشکیل میده به این شکل. و سی ام وای کی سیان، یلو، بلک، مجنتا از تشکیل چهار رنگ ببینیم چندین رنگ دیگه همچنان با ما تشکیل میده که رنگ بلو، گرین، رد. و اینمی چهار رنگ وقتی که با هم قرار میگیره آرژیبی رو همچنان با ما تشکیل میده به این شکل. این بود همچنان رنگ ها. خب میاییم پروگرام فوتوشاپ رو اوپن میکنیم. ما اینجا یک موضوع داشتیم به نام گیت لاین و پیکسل. همین پیکسل اما مشخص بسازیم که پیکسل یعنی چی؟ پیکسل کدام بخشم؟ هدف ما این بود که ما گفتیم از قرار دادن میلیون ها پیکسل یک تصویر مشخص رو تشکیل میده. حالا ما به شما نشان میدیم که پیکسل ها به کدام اساس قرار میگیرن. خب اینجا میین دبل کلیک میکنین بالای صفحه و این یک تصویر رو ما انتخاب میکنین. حالا هر تصویری که باشه شما میتونین انتخاب بکنین. من میم از اینجا یک تصویری رو انتخاب میکنم. فرض میکنیم این تصویر انتخاب میکنیم. این تصویر رو بر ما معلوم نمیشه پیکسلش وقتی که را موزوم میسازیم تا درجه آخری که زوم میشه. خب ببینیم به این قسمت وقتی که تا آخرین مرحله که موزوم ساختیم حالا ببینیم پیکسل ها شخص به شما معلوم میشه. فقط خانه خالی هایی که به شکل چارزولی میباشه اینها تمامش پیکسل یاد میشه. و این خطایی رو که شما میبینید یا به شکل افقی و عبودی قرار داره یا به نام گیت لاین یاد میشه که با ایجاد شدن چندین گیت لاین که پیکسل تشکیل میداد بر ما و قرار گرفتن هزاران میلیون ها پیکسل یک تصویر دیجیتال بر ما چی میکرد؟ قرار میداد.
به این شکل. پس دوباره زوم آوت بکنیم، تصویر چی میشه؟ به شکل عادی خود قرار میگیره. خب پیش از اینکه پروگرام فتوشاپ باز بکنیم، طریقه های باز کردن پروگرام فتوشاپ کار میکنیم. بعد از اون باز ما شما اینترفیس خود پروگرام فتوشاپ کار میکنیم. خب میایم در قسمت استارت منیو. در لیست استارت منیو اگر ببینیم اینجا فتوشاپ قرار داره، بالایش وقتی کلیک بکنیم پروگرام فتوشاپ و شما باز میکنه. طریقه های مختلف داره، اما چند طریقه که معمولا چطور استفاده میشون او رو به شما کار میکنم. و یا که میایم در قسمت آل پروگرام و در قسمت آل پروگرام قرار میگیریم، در این قسمت میتونیم که از فتوشاپ استفاده بکنیم. و یا در سرچ همچنان اگر نوشتن کنیم که فتوشاپ و شما فتوشاپ ها در این قسمت میاره و میتونیم که انتخاب کنیم و از استفاده بکنیم. و یا که از قسمت رن استفاده میکنیم، فقط درچ میکنیم فتوشاپ، اوکی میکنیم، فتوشاپ بر شما باز میشه. خب وقتی که فتوشاپ باز میشه شما ببینید در قسمت پروگرام فتوشاپ با ابزارها و آلتهای مختلف روبرو میشه. خب میایم در این قسمت ببینید PS. PS مخفف از فتوشاپ، این به نام لوگوی فتوشاپ یاد میکنیم یا فتوشاپ لوگو میگیم. و اینجا که فایل ادیت امیج لیر مینوها البته قرار داره، ببینیم وقت به شکل باز میشه این لست مینوها قرار میگیره و همین موضوع رو شما به نام چی یاد میکنیم؟ مینو بار. و در این قسمت به نام کنترل باکس که میتونید میره از این قسمت کنترل بکنیم. وقتی که شما نیاز به استفاده سفید استاپ داریم از قسمت مینیمایز کلیک میکنیم، میتونیم که از سفید استاپ هم استفاده بکنیم و از قسمت تسکبار یک بار کلیک بکنیم پس از پروگرام میتونیم استفاده کنیم. و از مکزیمایز اگر استفاده بکنیم میتونیم که حالت سفید ها کوچک بگیریم و از سفید استاپ هم استفاده بکنیم و از فتوشاپ هم چنان میتونیم استفاده بکنیم. پس دوباره میتونیم که از این استفاده بکنیم به شکل فور و اگزت یا کلوز همچنان از قسمت شما از برنامه خارج بسازید. و بخش دوم در این قسمت ببینید موضوعات مختلف قرار داره. شما هر گاه از اینجا هر ابزار انتخاب میکنید اینجا چی میکنه؟ تغییر میکنه حالتش. و امید ما به نام آپشن بار یاد میکنیم که آپشن های مختلف بخش های ابزار های مختلف در این قسمت قرار میگیره و میتونیم بالای تصویر خود زیر استفاده کنیم. موضوع بخش بعدیش در این قسمت به نام پلیت زیاد میشه. طرف راست فتوشاپ به نام پلیت که پلیت های مختلف است، کارهای مختلف را انجام میده. فرض میکنیم به نام استایل یک پلیت است، تمام نوعیت های استایل ها را مخاطب میده. و اینجا یک پلیت است به نام لیر. وقتی که ما بالای فتوشاپ کار میکنیم هر تکه لیر ما را یا لایه ما را در این قسمت ذکر میکنه و ما میتونیم از استفاده کنیم که او را به نام پلیت زیاد میکنیم. و اینجا موضوع بخش بعدی که ما داریم ببینیم به این شکل که قرار گرفته ای را به نام تول باکس یاد میکنیم. تول باکس دارای ابزارهای مختلف می باشد. ما میتونیم از هر نوع ابزار از این به گونه مختلف استفاده بکنیم و بالای پروژه های خود کار بکنیم. و اگر شما ببینید به هی حالت قرار می داشته باشد تول باکس، باز ای را تول باکس گفته نمی داریم. ای را باز برش میگیم چی؟ تول بار. به شکل یک ردیف یا یک باره است که اینجا ما میتونیم از این ابزارهای مختلف به نوعیت مختلف استفاده بکنیم. و اینجا را که شما میبینین به شکل سیاه یا خاکستری رنگی که میباشه، این البته صفحه فتوشاپ نیست، این ابو بکگراند عقب خود پروگرام فتوشاپ است که به شکل مجازی است که ما میتونیم بالای از این صفحه را ایجاد بکنیم، یک صفحه را بیاریم و از اون صفحه استفاده بکنیم به شکل استاندارد. اینجا ببینین ما میریم در قسمت صفحه از نیو استفاده میکنم و اینجا اوکی میکنم. حالا ببینین اینجا برای من یک صفحه ایجاد میشه. ما حالا میتونم که بالای این صفحه چی بکنم؟ استفاده بکنم و این رو دوباره کلوز میکنم یا اگر خواسته باشم یک تصویری رو بیارم از اوپن استفاده کرده و میرم فرض میکنیم که یک تصویری از اینجا انتخاب میکنیم و
اوپن میکنین، تصویر با شما باز میشه، حال میکنین که بالای صفحه چی بکنین، ادیت بکنین. و همیشه یک چیز یادتان باشه که وقتی شما هر صفحه رو که از خود نیو اگر میارین و میارم یک صفحه ببینین این صفحه نیو، اما چی هست؟ لاک است، قفل است. میتونین استفاده بکنین اما دیگه انتقال دادن نمیتونین. ببینین وقتی که انتقال میدین با شما یک مسیج میکنه. با شما چی میکنین؟ میایین اینجا دبل کلیک میکنین و این لایر یا لیر از اینجا چی میکنین؟ اوکی میکنین و بازش میزنین. بیده؟ به این شکل. و همچنان این رو پس دوباره بسته میسازین. ببینین این تصویر ما داخل فوتوشاپ وارد ساختیم، اینجا این تصویر همچنان بسته است. دبل کلیک میکنین، یا که اگر این رو نمیخواییم باز بکنین یک کپی از این. همیشه در فوتوشاپ یادتان باشه وقتی که شما بالا یک تصویر اورجینال کار میکنین، لطفا او تصویر اورجینال بیان چی بکنین؟ کپی بکنین. بیارش بالای اورجینالش کار نکنین، بالای کپیش کار کنین. وقتی اگر بالای کپیش کدام اشتباه هم صورت میگیره میتونین دوباره پاک کنین، اما اورجینالش پس به شکل اورجینال باقی میمونه. شما میایین چی میکنین؟ کنترل جی، یک دیپلیکیت براتون میگیره، یک کپیش. ببینیم تصویر اصلی ما لاک است، ما این ریس پرست نگیم. وقتی که ما از تصویر خود یک دیپلیکیت ایجاد کردیم، این دیپلیکیتش چی است؟ به شکلی است که باز است، لاک نیست. اما این بکگراندی که به شکل اصلی یا دیجیتال بود، این شما غرست نمیدید، این را همینجا میمانید و میتونید که از این استفاده بکنید. یا که پس دوباره میرین تصویر اصلی تانه چی میکنید؟ از این قسمت دلیت میکنید یا پاک میکنید. حالا ما تانستیم که از تصویر خود یک کپی بگیریم و بالای کپی همین تصویر خود استفاده کنیم. و هرگاه وقتی که ما اگر یک تغییرات میاریم، فرض مثال میخواییم که از اینجا یک شب بالای از این رسم بکنیم، فرض میکنیم که یک شب رسم بکنیم. وقتی که این شب ما رسم کردیم، حالا اگر ما بیاییم اینجا برش میگیم سیف، باید سیف در اینجا نکنیم. وقتی که اینجا برش میگیم سیف، بالای تصویر که اصلی تصویر ما در لوکیشن اصلی خود موقع داره، بالای از اون تصویر چی میشه؟ این ذخیره میشه و تصویر ما ایدتش یا همین حالت رو که ما اضافه کردیم بالای تصویر ما اضافه میشه. لطفا شما میگین چی میکنین؟ سیف است. و در حالت سیف است میگین مثلا از اینجا من میگم بالای در دسکتاپ باشه، مثلا به نام علی میگم. وقتی که انتخاب میکنیم باز اینجا دیگه برای ما فرمت خواهد. وقتی که ما گفتیم در این قسمت که ما فرمت داریم، فرمت های مختلف داریم. ببینین حال من این فرمت ها رو به شما نشون میدم. اینجا بیم وقتی که نام ذخیره میکنیم، نام درج میکنیم، اینجا بیم فرمت های مختلف فوتوشاپ هم میبینیم. شکل اول فرمت شو ببینیم به نام فوتوشاپ PSD. PSD وقتی که بیاین این اگر ذخیره میکنیم به شکل PSD، خب ببینید سیف درست. و یک ذخیره دیگه همچنان استفاده میکنین از این به شکل فرمت JPG. این رو همچنان در دسکتاپ سیف و اوکی میکنید درست. و دوباره همچنان میین بالای سیف هست. فرمت بعدی ما شما بالای لوگو و انیمیشن و PNG میتونین که از اینجا باز دوباره وقتی لوگو رو ترسیم میکنین از خب حرکت دار اگر میگیرین GIF اینجا انتخاب میکنین. و اگر شما میخواین که به حساب به لوگو استفاده میکنین باز میایین PNG استفاده میکنین. درست شد. و ای هم بود فرمت های مختلف پروگرام فوتوشاپ. خب حالا فوتوشاپ رو بسته میکنین، بیاین ببینیم که دو فرمت رو که ما استفاده کردیم و ذخیره کردیم بسیار مهم هم هست. و اینجا بیاین بالای علی دبل کلیک بکنین، ببینین به شکل تصویر اینجا ایجاد شد. حالا این تغییرات ما بالای عزیز اضافه شد. وقتی که پس دوباره میرین فایل PSD رو باز میکنین، بیاین ببینین تصویر ما همراه با پروگرام فوتوشاپ باز میشه. و اگر خواستین که اینمی پروژه یا تصویرتان در این قسمت اشتباهی داره، پس شما میتونید که بسیار به شکل راحت مثلا از اینجا بیاین
یا پاکش میکنیم، انتخابش میکنیم، باز دوباره پاکش میکنیم، باز دوباره میبینید اینجا سیوه ذخیرش میکنیم به شکل تصویر اورجینال. اینی خوبی تصویر چی هست؟ PSD است که به شکل پروژه ای ذخیره میکنین شما، و هم به شکل پیکچر است یا تصویر اورجینال است. وقتی که خوب اطمینانتان حاصل میشه و کارتان تمام میشه مکمل، باز شما میتونین که ایرا به شکل چی استفاده بکنین؟ به شکل تصویر دیجیتال استفاده بکنین و ذخیره بکنین که دوباره بالا ازی نیاز به تغییرات نباشه. او وقت شما میتونین که به شکل دیجیتالی را ذخیره بکنین. اما وقتی که اگر شما میخواین که پس دوباره کار بکنین بالای پروژهتون، او را خوب است به شکل PSD چی بکنین؟ ذخیره بکنین. خب موفق و کامگار باشین. این بود درس کنونی ما شما. تو درس های قبلی خداوند یار و مدد دار شما.